داستان این نیز بگذرم بزرگی در عالم خواب دید که کسی به او میگوید فردا به فلان حمام برو و کار روزانه حمامی را از سرزیگ نظاره کن دو شب این خواب را دید و توجه نکرد ولی فردای شب سوم که خواب را دید به آن حمام مراجعه کرد دید حمامی با زحمت زیاد در هوای گرم از فاصله دور برای گرم کردن آب هی حمام هیزون می آورد و استراحت را بر خود حرام کرده است. به نزدیک که حمامی رفت و گفت کار بسیار سختی داری در هوای گرم هیزم ها را از مسافت دوری می آورد. حمامی گفت این نیز بگذرد. یک سال گذشت برای بار دوم همان خواب را دید و دوباره به همان حمام مراجعه کرد. دید آن مرد شغلش عوض شده و در داخل حمام از مشتری ها پول می گیره. مرد وارد حمام شد و گفت یک سال پیش که آمدم کار بسیار سختی داشتی ولی اکنون کار راحت تری داری. حمامی گفت این نیز بگذرم. دو سال بعد هم خواب دید. این بار زودتر به محل حمام رفت ولی مرد حمامی را ندید. وقتی جویا شد گفتن او دیگر حمامی نیست. در بازار تیمچهی دارد و یکی از معتمدین بزرگ است. به بازار رفت مرد را دید و گفت خدا را شو که تا چندی پیش همه بودی ولی اکنون میبینم معتمد بازار و صاحب تیمچهی شده ای. می گفت این نیز بگذرد. مرد تعجب کرد و گفت دوست من کار و موقعیت خوبی داری. چرا بگذرد؟ چندی که گذشت این بار خود به دیدن بازاری رفت. ولی او آنجا نبود مردم گفتند پادشاه فردی مور اطمینان را برای خزانداری خود میخواسته ولی بهتر از این مرد کسی را پیدا نکرد و در این مدت کمی که از نزدیکترین وزیر پادشاه شده بود چون پادشاه او را امین میدانست وصیت کرد که پس از مرگش او را جانشین شاه قرار دهد کمی بعد از وصیت پادشاه فوت کرد اکنون او پادشاه است مرد به کاخ پادشاهی رفت و از نزدیک شاهد کارهای حمامی قبلی و پادشاه فعلی بود جلو رفت خود به معرفی کرد و گفت خدا را شوی که تو را به مقام بلند پادشاهی میبینم پادشاه فعلی و حمامی قبلی گفت این نیست بگذرد مرد شگفت زده شد و گفت از مقام پادشاهی بالاتر چه میهایی که باید بگذرد ولی مرد سفر بعدی که به دربار پادشاهی مراجعه کرد گفتند پادشاه مرده است ناراحت شد و به گورستان رفت تا عرض ادبی کرده باشد مشاهده کرد که بر روی سنگ قبری که در زمان حیاتش آماده نموده حک کرده و نوشته است این نیز بگذرد هم موسم بهار تربخیز بگذرد هم فصل ناملایم پاییز بگذرد گر ناملایمی به تو کرد از غذا خود را مساز رنجه که این نیز بگذرد